سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. امشب در خدمت استاد عزیز حاج آقای سلک هستیم. سلام عرض میکنم، قدم سر چشم ما گذاشتید. علیکم السلام، زنده باشید، خدا چشمتون رو نگه داره، روشن باشه انشالله همیشه چشمتون. به کسانی هم که حوصله میکنن، لطف میکنن، وقت میذارن این برنامه رو میبینن، عرض سلام دارم و انشالله این گفتگوی خوبی باشه، امام حسین بپسنده، اینا هم که وقت میذارن خوششون بیاد، درشون مفید باشه انشالله. حال و احوال خوبه؟ به لطف خدا، غرق محبت‌های خداییم، الحمدلله، خدا رو شکر. محرم امسال چطوره؟ محرم امسال هم انشالله بهترین محرم عمرمون بشه، آرزومون اینه. آره، از محرم سال قبل تا امسال تفاوت‌ها؟ والا خیلی باید دادم بشینه فکر کنه، ولی خب افت و خیز داشتیم دیگه. کربلا کجا این داستان شما رو گرفتار کرده؟ والا درست نمیدونم، ولی تا چشم باز کردیم من 15 سالم بود. میخوام بگم داستانش مال خانواده است، مال مادره، مال پدر. من 15 سالم بود، میخواستم برم جبهه. به مادرم گفتم میخوام برم جبهه، سال 65. مادرم گفتش که نه، من اون داداش جبهه هست، من مادرم طاقت ندارم، تا بذار اون بیاد تو برو. من همینجوری تو بچگی خودم گفتم یعنی بچه های امام حسین پیش تو، من از بچه های امام حسین عزیزترم. اون مادرمون روشه زد زیر گریه، گفت نه، تو قربون بچه های امام حسین. پاشد ساکم رو بهم داد، راهی جبهه شدم. ماجرای کربلای امام حسین از تعزیه خوندن های پدرم به صدای گرمی داشت. داره تو خونه فامیلا که جمع می شدن برشون تعزیه می خوند، مثل اینکه شاهنامه میخوند. پدر من خیلی روزخونه ارسیه برای شما. آره، روزخونه اونجوری که مثلا مجلس بگردونه نه، ولی تعزیه خون امام حسین بود. و وقتی من روزه سال اول طلبگیم، وقتی من روزه میخوندم به پهنای صورت گریه میکردم. من امام حسین رو الحمدلله، آقای پویانفر، میگم که بیننده طلب رحمت کنن برای پدر مادرم، برای این میگم، حالا هیچ چیزی نیست. به لطف خدا، به لطف اهل بیت، شاید 10 گریه کن تو عمرم برای امام حسین دیده باشم، یکیش مادرم. گریه میکرد، یعنی از صدای گریهش همسایه‌ها میفهمیدن داره روزه گوش میده. انقدر گریه میکرد، انقدر گریه میکرد. نمیدونم این همه اشک از کجا میومد، این همه اشک از کجا. روزه میخوندید خونه برای مادر؟ چی روزه میخوندید؟ روزه حضرت علی اصغر رو میخوندم براشون، یادمه. روزه حضرت قاسم رو میخوندم. و همون اول طلبگی مثلا 15-16 سالم که بود دیگه، همچنون نصف و نیمه لط و پار. حرم حضرت رضا که میرفتیم میگفت ننه برام بخون. شروع میکردم بخوندن، دیگه تموم بود. دیگه شما نمیتونستی جلو مادر منو بگیری، نمیشون، نمیتونستی این کارو بکنی. خدا رحمت کنه، ما یه شوهر خاله‌ای داشتیم که پدر شهیدم بود، تو خونه‌شون روزه بود آخر سفر، تو حیات، اون سای قدیمی و اینا. مادر ما که وارد این روزه می‌شد، می‌نشست این روزه به هم می‌ریخت. و مثلا یه چیز عجیبی بود، نمی‌دونم، خیلی چیز عجیب. من این مادر بزرگ دارم، دقیقاً اینطوریه، مادر شهیدم. آخه آره. در قید حیات هم. خدا حفظشون کنه انشالله، سلام برسون باشه. چادر رو میکشه رو سر و زرفا و یه. آره، خوبه. مادر من، ما یه هیئتی داریم تو علی گودرز خودمون. مادر من میتونم بهت بگم که اون هیئت به اسم حضرت زهراست. مثلا چجور بگم، مثلا کنیزی میکرد برای این هیئت، که این هیئت را بیفته. ما مثلا میرفتیم، یه دیر میمدیم، قربونت برم، روزه بودی؟
اصلا یه گارانتی عجیبی داشتیم وقتی با سید و شهدا میرفتیم، وقتی با ابا عبدالله بودیم. و چقدر مادرم دوست می‌داشت من طلبه بشم و اینا. این عشق از پر قنداقه و مادر. آره آره، خدا بیامرزه همه رفتگان. اینو گفتم که طلبه رحمت کنید براشون. شما رفتید طلبه بشید که روزه بخونید یا دوست داشتید روزه خون باشید که طلبه شدید؟ واقعا اون وقت انقدر عقلم نمیرسید به ماجرای روزه خونی، ولی چند وقت پیش جمع دانشگاه، اساتید دانشگاه بودن، منو دعوت کردن برای حرف زدن، یه ذره خوششون اومد. بعد گفتن میشه آقا رزومتون رو به ما بگید؟ گفتم کتابیتون. گفتم من رزومم روزه خونی امام حسین، هیچ رزومه بیشتر از این ند. از عناوین جهان مرسی خان ما رو بس. بعد خیلی برام عجیب بود که استاد، که استاد تمام های اون جلسه خیلی هاشون حالشون بهتر شد، اومدن یه تشکر عجیبی از من کردن، گفتن آه دمت گرم، به چیزی دیگه افتخار نکردی. گفتم آه ما سر و تم روزه خونی امام حسین، ایشالله بمونم. برام کدوم روزه سخته براتون بخونید؟ روزه کوچه و اینا رو که اصلا نمیشه نزدیک شد، از دور همون موقع اصلا ماجراش متفاوته. ولی تو روزه ها، روزه آتش خیلی آتش عجیبه. یعنی خود امام حسین هم همین روزه رو خوندن. حالا آتش یه وقتی مثلا میرسه به بریر، به زهیر، به مسلم، مسلم نوسجه، به حبیب، به خود امام، حتی به خود از زینب. آدم میگه خب بالاخره آدم بزرگه. اما وقتی مثلا آتش میرسه به 3 ساله، مثلا میرسه به 6 ماهه، اینجا خب دیگه مثلا واقعا عجیبه. یعنی مثلا تشنگی یه بچه 6 ماهه که اون همه آب اون طرف بوده، به فاصله چند متر مشکاشون پر آب بوده، مثلا دست سیاشون با آب سیاه. خیلی این، و این یک روزه است که خیلی اذیت میکنه آدم رو، یعنی بر میخوره به آدم که مثلا حالا بچه 6 ماه را. یه روزه دیگه هم که اون کمر شکنه، همونی که حضرت صاحب ارواح و نافدا در اون مکاشفه فرمودن امان از اسیری امن جانمون زینب. یعنی شما یه اشاره کردید به خانواده خودتون، خانواده مثلا محترم، چادری، نمیدونم با فضیلت، همه به همه احترام بذارن، مکرم باشن، از گل بالاتر تو بین خودشون به هم دیگه نگن. بعد اصحاب و اطرافیانم توی ماجرای کربلا اینقدر حریم نگه دارن، اینقدر مواظب باشن اینا. بعد یا بعد از ظهر عاشورا رو آقا، اگه انسانی که خب مطلع نیست از این مکتب، مثلا غیر مسلمون، غیر شیعه، از شما سوال بپرسه درباره واقعه عاشورا، خیلی کوتاه این داستانو چطور میگید؟ شاید خود حرف امام حسین باشه، آزادگی. شعار امسال برنامه ما هم آره. اگر آزادگی میدونید یعنی بی تعلق بودن، یعنی به تعبیر امروزیش در بند نبودن، خیلی مهمه. واقعا وارستگی رو همه دنیا در برابرش تعظیم میکنن. مثلا حاج قاسم سلیمانی یه بعد شخصیتش وارستگیش بود. یعنی مثلا بالاترین درجه نظامی رو دوشش بده، مثلا میگم این پارچه ها مثلا مهم نبود براش، مثلا جمع شده بودن ازش تقدیر کنن، میگم مثلا مهم نبود که بخواد، میگم آقا مگه من از نظر شما آدم خوبی هم، شهادت بدید برای قبر و قیامتم. وارسته بودن خیلی آدم ها بزرگ میشن. ابا عبدالله همینو گفتن، یعنی اینو میشه خیلی عمومی جنرال بین المللی راجبش حرف زد که بابا یه کسی بوده وارسته بوده.
محرم فرصت خوبیه برای ترمیم زخم‌ها. چیکار بکنیم؟ در حال نمیتونیم که اطمینان کنیم که تو طول سال قبل اتفاقات تلخی افتاد. به اندازه توانمون، به اندازه دایره همتمون به بقیه هم برسیم، مواظب بقیه هم باشیم. مسئولیت ما در قبال دیگران ناشی میشه از انجام مسئولیت ما در برابر خودمون در درجه اول. بعدش دیگران خلاصه مهم میشن و اون وقت وارد عرصه توجه به دیگران که میشیم، میبینیم یک نفر به اندازه همه ارزشمند. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اینم نکته دومه، یعنی انسانها موضوعیت دارن. نکته سوم، مواظب فضا باید باشیم، چون خیلی از آدمها هستند که تو محیطهای غلط و تو محیطهای ناروا که قرار میگیرند چپه میکنند. فضا خیلی مهمه، اتمسفر خیلی مهمه، جو و باید مواظبش باشیم. یعنی اساساً اینکه بالاخره فضا بیرقها دست کسی نیفته. روز عاشورا قمر بنی هاشم علم دستش بود، مهم بود این علم نیفته تا آخر کار. شعارها، نمایه‌ها، المان‌ها، فضاهای صحیح و درست، اینا همش باید وجود داشته باشه. یعنی بعد از انسان‌ها که مسئولیت اصلی رو بعد از خودمون نسبت به اونها داریم، بحث برنامه هاست، بحث راهبرد هاست. اساساً توی این نگاه سومی مسئله حتی حکومت در نهایت ماجراش مطرح میشه، که سید الشهدا علیه السلام حتماً از خودشون آغاز کردن، به دیگران هم گفتن من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، با ما پاشه بیاد. و در مرحله سومی که گفتن من میخوام حکومت تشکیل بدم که فضا رو فضای مساعدی کنم برای کسانی که به واقع توی این پیچ و خمها گم نشن، توی این فراز و فرودها فراموش نشن. پس این سه تا وظیفه رو تو چالش ها، توی به واقع بحران ها باید بهش توجه کنم. آقای پویانفر، من یه حرفی به شما بگم، خیلی حرف مهم است. در تمام تاریخ، تمام کسانی که جبهه شیطان رو تشکیل دادن، تمام زورشون این بوده که هیچ دستی به کمربند علی گره نخوره، حتی اگر دست فاطمه باشه. بزنن ولو شده بشکننش. مثلا کل داستان اینه، کل داستان تولیه به اولیاء الله که از دل تبرای به اعداء الله در میاد. یعنی فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. یعنی آدم هایی که دیگری هاشون روشنه، یعنی اینجوری نیست که امام حسین رو دوست دارن، منتها دیگری امام حسین رو هم میدونه کیا، میدونه این امام حسین کیا باهاش زاویه دارن، با همون سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این جریان یه جریان ناب توحیدیه، تو تاریخ همیشه در معرض صدمه بوده. من اینو به شما بگم، به برکت انقلاب اسلامی و این حماسه که حضرت امام و شهدا آفریدن، این فضا درسته حالا یه اتفاقات اینجوری دیدیم، ولی این فضا خیلی عقلانی شد، خیلی فراگیر شد، خیلی مشتری‌های پروپاگورس تو دنیا پیدا کرد به فضل خدا. بله آسیب هم جنگ دیگه، تو جنگ زد و خورده. قرآن میگه، میگه اگه شما زخم خوردید اونا هم زخم خوردن. راه درمان اینه که هممون بیایم واقعا تأکید کنیم به انصاف و به اینی که خیلی مهمه این نکته که خودمون مطلق ندونیم. آدمایی که خودشون رو مبرا از انتقاد میدونن. خواهم بگم این دستگاه فرهنگی که ضعفایی داره، مسجدمون واقعا اون مسجد اول انقلاب، حالا فضای اول انقلاب نیست، یه خورده فاصله گرفته، ولی بالاخره فضای فرهنگی موجود ما، این فضا کجا داره تولید میشه؟ این هیئات ما، این مجموعه های ما، واقعا اینا بودن؟ شما خودتون هیئت، شما یکی از هیئت های موفقه کشور، 10 سال پیش بوده، وجود خارجی نداشته. هیئت نمیدونم، همه هیئت هایی که تو خود تهران تو مراکز استان، خب من چون خیلی این ور و بر میرم، یعنی واقعا از 10 سال 15 سال پیش به اون طرف که برمیگردیم، ما گله گله باید میگشتیم یه توی این سایزها، تو این جمعیت ها، با این تیپ شخصیتی کم میتونستیم ببینیم. واقعا اینو عرض میکنم. الان شما نگاه میکنید میبینید ماشاءالله خدا این رویش ها رو به تعبیر شما
توی زنجان، توی نمیدونم اصفهان، توی بابل، توی تهران خودمون، توی قم، اینا بوده قبلا؟ اینا محصول کدوم ساختاره؟ من یه وقت به یه کسی گفتم محسن حجاجی، یه جوون 25 ساله، این محصول تربیت کدوم ساختاره تو کشور ما؟ میتونید بگید گیاه خودرو بوده؟ بالاخره یه بله، منتها یه نکته ای ما داریم واقعا، پروپاگاندی که مقابل ما هست، هی بعضی هم اینو حذفش میکنن، میگن آقا یه کلمه میگن دشمن که باید دشمنی کنه، خیلی مؤثره. شما یه دونده ای رو بیارید دو سه تا قول ببندید به پاش، بعد بگید آقا بدو، یا قولا رو وا کن، میگه نه بدو، حالا اینا رو خیلی نگاه نکن، دشمن دشمنیشو میکنه، خیلی هم بد داره دشمنی میکنه. یعنی تو همین حوادث سال گذشته شما نگاه کنید، با تمام زورشون وسط میدونه، رئیس جمهوراشون اومدن، نخست وزیراشون اومدن، وزیر خارجه هاشون اومدن، پارلمان هاشون اومدن، تو کجای دنیا برای کدوم کشور اینجور لشکر کشی کردن؟ علتش چیه؟ علتش اینه که امام زده زیر کافشون، علتش اینه که مکلوهان یه طراحی کرده بود دهکده جهانی یه کت خدا بعد داشت میداشت، امام اومده گفته شما کی هستی، اصلا کی گفته شما، خیلی بدشون اومده، ریختن سر هم. واقعا داستان اینه، علتش اینه که خدا رحمت کنه امام رو، فرمود از قراری که شنیدم آقای کارتر گفته از ایران ما رو تحقیر کرده، امام فرمود اگر بخوای به این روال ادامه بدی این تازه اول تحقیر، به قول امام فرمودن ما در جنگ ابهت غرب و شرق رو شکوندیم، واقعا این کارو کردیم. ما تو این قصه داعشیا که جلو چشم همین جوانای دهه 80 و 90 ما بود، تمام دنیا اومدن، تمام دنیا که میگم یعنی دنیای زورگوها، نه الا همه کشورها، همشون اومدن، اسرائیل، امریکا، انگلیس، خودشون هم اعتراف کردن، رحمت خدا بر حاج قاسم. قاسم سلیمانی رفت وایساد گفت نمیذاریم یه آجر از حرم از زینب کم بشه، نمیذاریم. تو این فیلم پایتخت چه نگاهی داشت قاسم سلیمانی، سناریوشو برده بودن پیش ایشون، چون قصه داعشی ها اومده بود توی اون قسمت، عمو پنجلی شهید میشه، حاج قاسم گفته عوضش کنین سناریو رو، گفته من برایش خوبه مردم با این همزاد پنداری کردن شهید بشه، گفتم مگه ما مردیم پیر مردم کشته شن، ما نمیذاریم اتفاق بیفته، ما تو هستیم نمیذاریم اتفاق بیفته. شما نگاه کنید تمام دنیا ریختن سر ما تو این قصه، و هدف اصلی هم ایران بود، چی شد ما زدیم شکوندیمش؟ این چیز کمیه؟ یعنی شما این فشاری که یعنی یک صدم من خدمت آقای سیستانی بودم، آیت الله لزمه سیستانی، خودم خدمتشون مستقیم از خودشون شنیدم، فرمود اگر ایران نبود داعشی ها عراق را جمع میکردند، آیت الله سیستانی میفرمود، مستقیم از خودشون شنیدم، من این جمهوری اسلامی اگر نبود، میخوام بگم این چیزی که خب بعدشون اومده، ما توی برنامه شرکت کردم، خدا حفظ کن این آقای هاشمی رو که این انجمن بیماران پروانه ای رو داره، بیماران پروانه بیماران، بله بله حاج آقای آقا سید هاشمی، این تفلکی ها دختر خودش همجوری، این پوستشون دوچار مشکل میشه جمع میشه، نه پانسمان هایی که میزنن این پوست آسیب کمتری بخوره بعدم راحت تونن این عوض کنن، نمیچسبه. سوئد هم تنها کشور تولید کننده اصلی این پانسمان است، آقای هاشمی با یه بغضی میگفت امریکایی ها نمیذاریم پانسمان ها بیاد، گفتن نمیذاریم، میگفت کلا ما 1400 تا بیمار پروانه تو کشور داریم. من همه صحبت های شما رو قبول دارم، یه موقعی هم ولی چی؟ یه موقعی هم توی جایگاه شما نشستم، خیلی کوچیکتر رو بزرگواری سعی کردم جواب جوونا رو بدم، الان دارم سوال های جوونا رو میپرسم، یعنی عذر میخوام وقت سوء برداشت نشه. ببینید آموزش پرورش تو دنیا مشکلش همین اصلا به بنبست رسیده، ما تو ظرف چند سال آینده اصلا این ساختار این سیستم کلا جمع میشه، اصلا این نیست، کل دنیا تقریبا میتونم بگم کل دنیا غیر از یه چند تا کشور مثل فنلاند یا یه بخشی از خود امریکا، اساسا سیستمش سیستم عقیم و سیستم چیزی است غیر مفیدی است، تا چند سال آینده هم جمع میشه این سیستم، یعنی اساسا ما این ساختار و این سیستم و این روش و این متد و اینا نخواهیم داشت، یعنی وارد یه دنیای جدیدی از آموزش میشیم، آموزش‌های جدید و نوین که عمدتاً هم مهارت محور هستن، ما واقعا به لحاظ آموزشی تو دنیا ما دوچار نقصیم. این که میگه تو جمهوری اسلامی چرا برای آموزش پرورش کاری نمیکنه، پاسخش یه کلمه بزرگه،
نیروی انسانی کیفی، علوم تربیتی بلد باشه، انسان بشناسه. ممکنه بگید خب از کجا؟ میگم مثل این میمونه که شما الان من میگید چرا جمهوری اسلامی آثار باستانی نمیسازه. این توی روند، توی پروسه است. ما کی اینقدر دانشگاه داشتیم؟ کی اینقدر دانشجو داشتیم؟ ما سال 82 کنکور قبول شدیم انگار قله اورست رو فتح کردیم. ببینید تو دنیا به این نتیجه رسیدن این اشتباهه. این که میگم سیستم آموزشی یعنی سیستم آموزش پرورش آموزش عالی، اشتباهه تو دنیا که آقا همه باید برن دانشگاه، همه باید این اطلاعات، اصلا این از اون ایده مکلوهانه که همه باید اطلاعات واحد، زبان واحد، نمیدونم حتی لباس واحد. این یک خطای بزرگ جهانی است که همه افتادن تو سیلش و مسیرش. به همین خاطر اکثر کسانی که کسی شدن از غیر از روند آموزشیشون شدن، اکثرن، حالا با استثناء کار ندارم. منتها تا مدل بهتری رو پیدا نکردیم همین مدل رو یعنی یه آدمی وقتی فهم لباسش تنگ پاره است تا لباس بهتر پیدا نکنه باید لخت شه. اینم یه غیر یعنی بعضیا کلاً آموزش پرورش رو با خاک یکسان میکنن به این معنا که ولش کنید. نه، ما باید تو مسیر اصلاحاتش رو به دست بیاریم، یعنی بفهمیم. منتها مشکل نیروی انسانی الان تو دنیای هنر و سینما که شما هم الحمدلله دستی دارید، شناخت دارید، واقعا ما چرا فیلم‌های سینمایی با درام‌های درخشان، بازی‌های فوق‌العاده، حتی تو همون شبکه‌های خانگیش، حالا شما اینا رو با تلویزیون مقایسه می‌کنی میگی اینا خیلی جلوتره؟ چرا؟ یه جواب داره و اون که ما هنرمند، نویسنده و کارگردان، نیروی انسانیمون دچار مشکل اونجا. ما فیلمنامه ضعفمونه. فیلمنامه که خوم رنگرنج آقا جمهوری اسلامی بنویسه، فیلمنامه کی بنویسه؟ ما در مسئله یه حرف مهمی رو من خدمت شما بزنم. ببین ما انقلاب کردیم، منتها متناسب با آرمان انقلاب ما ساختارهایی که بتونه این آرمان رو تحقق بده طراحی نکردیم. طراحی شدنی هم نبوده تو این مدت. ما مثلا ساختار سپاه متناسب با انقلاب بوده، ساختار جهاد سازندگی بوده، یه 3-4 تا ساختار اینجوری متناسب با انقلاب طراحی کردیم، ولی بقیهش مثلا وزارت کشاورزی ما اصلا مسئلهش انقلاب نیست، وزارت آموزش پرورش ما مسئلهش انقلاب نیست. من خیلی از این سوالا سوالایی که از خودم میپرسن ها، یه وقت سوء برداشت نشه دوست دارم جوان ها از زبان نه آقا سوال خودتونم باشه شما و کلام شما دلنشین‌تر و بزرگواری درست‌تره و ممنون که زحمت کشیدید و قبول زحمت کردین. خیلی سخت شده کار برای آدم هایی که قرص بودن هم سخت شده. یعنی تو این یه سال اخیر یه حمله هایی میدیدیم، یه فضایی میدیدیم، ایستادن تو این غبار واقعا سخت بود. و به نظرم خیلی من امسال بهش فکر کردم، یکی از راه های این که ما بتونیم قرص بیستیم مطالعه است. بله. و کم هم هست. الان اگه بخوایم به جوونامون یه کتاب معرفی بکنید که راهگشا باشه، یعنی تو این فتنه ها، تو این اتفاقات جهانی بتونه کمک بکنه به جوون، یه کتاب معرفی بکنم. تو کتابایی که من خودم برام خیلی تعیین کننده بوده و مسیرها رو برام خیلی خوب و واضح نشون داده، اونه که یادم میاد، یکیش کتاب حق و باطل شهید بهشتیه. خیلی اصلا یه حالت گعده ایست که شرکت کرد و سوال میپرسن و تو پاورقی ها مشخصه های حداد عادل خیلی هستن اونجا شرکت میکنن بحث میشه. یکی این کتابه بخونن، یکی کتاب انسان 250 ساله. من بدون تردید میگم هر هیئتی که این کتاب رو نخونه متوجه فضای عزاداری یا اون معنای فرامتنی عزاداریش به معنای کامل نمیتونه باشه. من از آقای دوانی که بالاخره تاریخ رو خیلی مسلط هستن یه جا پرسیدم شما این گفتم تو این کتاب، گفتم منهای این که آقای خامنه‌ای نوشته و اینا، واقعا خدا وکیل از نظر فنی تاریخی، گفت من هیچ ضعفی در این کتاب ندیدم. گفت یک مورد فکر میکردم که اینجوریست، بعد مراجعه کردم نه، هم فنی کتاب بسیار فنی است تو بحث سیره، هم اون روشی که اهل بیت داشتن در مواجهه های گوناگونشون مبانیشو توضیح میده که به درد الانم کاملا میخوره. این هم جزء کتاب های فوق العاده است. یک کتاب دیگه هم داره، یک کمی این سطحش بالاتره، مرحوم آقای استاد طاهرزاده به اسم سلوک ذیل شخصیت امام خمینی. این هم جزء کتاب هاییست که برای خود من خیلی تعیین کننده بوده، خیلی فوق العاده بوده. این 3-4 تا و بعضی از کتاب های شهید آوینی،
این کتابا کتابایی است که آدم وقتی میخونه اصلا دیدگاهش به قول شهید مطهری یا دکتر شریعت علی این جمله رو به هر دو نسبت میدن که میگن معلم کسی است که اندیشیدن رو یاد بده نه اندیشه ها رو. اینا اصلا دستگاه فکری آدم رو تغییر میدن. واقعا یه نوشته من خودم میگم مدیون شهید آوینی ام برای اون نوشته که برای فیلم عروس نوشته. آره. و واقعا نگاه من رو عوض کرد اصلا به فضای رسانه به رحمت خدا بر آوینی. رحمت خدا بر و آز و صاحب منبر برای اینکه بروز باشن باید چی کار بکنن؟ باید شبا سحر داشته باشن، اهل مناجات باشن و باید حتما لای مردم، بین مردم بنشینن، بگن، بشنون. اصلا آقای پویانفر به نظر من هر آدمی تو هر کسوتی که هست اگر خواست اثر تربیتی بگذاره دو تا گوش خدا بهش داده که دو حداقل دو برابر آنچه که میگوید را بشنود. حداقل واقعا از مردم شنیدن نه برای اینکه جواب بدیم بلکه برای اینکه بفهمیم دنیاشون رو درک کنیم. چی میشه که همه اون سختی ها رو قبول میکنه و میره؟ یه بخشش بدون تعارف اشتباه میکنه، یه بخش عمده ایش. یعنی ما دلزدگی وقتی ایجاد میکنیم این کار داریم میکنیم، اشتباه میکنه اون جوون مخصوصا با استعدادی که فکر میکنه باید بره یه جایی دیگه و ثمرش رو به بقیه جاها برسونه. بله یه وقتی هست یه نگاه جهانی داره، یه نگاه بزرگ داره، ولی اکثر اینا دور از جون. اینی که من دیدم، من خارج از کشور زیاد رفتم، خیلی هاشون از رو انفعال رفتن، خودشونو باختن. بابا کشوری داری مگه تو نمیگی مشکل داره؟ مگه تو نمیگی مدیریتش فلانه؟ مگه تو نمیگی نمیدونم کجا؟ کی باید درست کنه؟ بحث معرفتی رو چجوری باید انتقال بدیم؟ اون چیزی که تجربه خود من بوده تو دانشگاه، توی دبیرستانا دعوتم کردن رفتن، اینو گفتم به بچه‌ها که این یه کار سختیه مخصوصا با شرایط فعلی. از عهده آدم‌هایی برمیاد که اهل تصمیم‌های بزرگند. فلسفه این کار هم طرح انسانیت منهای جنسیت در روابط ماست. اساساً وقتی که فضای ارتباطی ما جنسیتی بشه، آدم‌ها مذکر مؤنث میشن. حضرت نوح کشتی رو درست کرد، به حیوانا رو برد، ولی به پسر خودش گفت خودت باید بیای. او قبول نکرد. حضرت نوح که دستپاشو نگرفت که. انا قرآن اینو میگه، میگه انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. میگه یا ما یا شما، یکیمون یا داریم درست میگیم یا داریم اشتباه میکنیم. توضیحات ما راجع به حجاب خیلی جدی و عمیقه. بگذاریم که تو سوء تفاهمات رفتارهای غلط و اون جملات اشتباه این دوچار خلاصه سوء تفاهم شده ماجرا. خدا وکیل نمیشه از بی حجابی دفاع عقلانی کرد. نه اینکه مثلا مسلمان باشیم و حزب، نه واقعا از بی حجابی نمیشه دفاع عقلانی کرد. ما چون حجاب رو دوست داریم دلمون میسوزه. آره آره، ما چون انسان رو دوست داریم، انسان باید انسانیتش جلوه داشته باشه در روابطش با دیگران، ولی فضا مذکر و مؤنثی میشه و تو این فضای مذکر و مؤنثی زنها به مسلخ میرن. از نظر قدرت بدنی، از نظر حجب و حیایی که دارن، از نظر وابستگی که پیدا میکنند. اشتباه بزرگی است دنیای امروز. سوء تفاهم نشه، در خیلی مسائل هم قوی ترن از ما. بله همه. نه نه یعنی ظریف ترن. بله این یعنی واقعا حساس ترن. الان شما مثلا ببینید عاطفی ترن، احساسی ترن. این زیباییش، ظرافتش نسبت به این چوب خب خیلی بیشتر انزا شکننده تر هم هست. معناش این نیست که اتفاق این گران قیمت تر هم هست. الان مردا میریزن سرمون میگن آج آقا گفت مردا چوبن و خانوم. آره الان یه جوری شده شما هرچی بگی یه سری میریزن سرت. اب نداره، مهم ما برای اونایی میگیم که نمیخوان بریزن سر کسی یه ذره گوش بدن. من خودم اینو امتحان کردم، سر کلاسایی رفتم، باور بفرمایید خودم هم تعجب کردم بعدش. یه راجبه با بچه ها دبیرستانی همین گفتگوها رو داشتیم. بعد که آمدم مثلا مدیرشون گفت آقا دو نفر از اون کلاس چادری شدن. گفتم اصلا من قصدم این نبود. گفتن نه واقعا قصه متفاوته، اون چیزی که ما شنیدیم یه چیزی دیگه بوده. ولی اگر یه جای متوقف، مثل بازی فوتبال دیگه، شما وقتی تعداد گلایی که میخوری دو تا سه تا گل بزنی بازی به توازن میرسه. کار فرهنگی بس پاشیه.
بزپاشی هست، یه سری هم باید هرس کنی، یه سری هم باید آفت زدایی کنی، ولی اصلش همینه. یک آقای سفیر قبلی ایران در لبنان چند وقت پیش با هم صحبت میگم، میگم من با سید حسن نصرالله یه سری از این سیاسی های کشور رو برده، میگم هم چپ بودن هم راست، از دو طرف بودن، دو طرف طیف. گفتم اون جمع یه دیداری با سید حسن داشتیم، گفتم آقای سید حسن نصرالله، من باورم راجع به شما اینه که شما هرچی آقا بگه بر خودتون تکلیف میدونید انجام بدید، آیا باور من درسته؟ گفت مثلا میخواستم پرزنتی کرده باشه. گفت سید حسن گفتش که نه، این که کمه، من نه تنها چیزی که آقا بگه انجام بده حتما انجام میدم، اگر بفهمم که آقا فلان مسئله رو میگه درسته اونو انجام میدم. و یه جایی هم خود آقا گفته نظر کارشناسی من دارم، ممکنه یه نظر بگو، اونجا هم ما نظر کارشناسی آقا رو ترجیح میدیم. گفت شاید تو اینو، بعد سید حسن گفته شاید اینو شما به حساب چشم و گوش بسته بگذارید، ولی گفته بود من سید حسن نصرالله تو این مبارزه جدی با جریان صهیونیست‌ها فهمیدم اونی که آقا میگه اون درست‌تره. بعضیاشو یه سال بعد فهمیدم، بعضیاشو 5 سال بعد فهمیدم، ولی یقین کردم اونو باید انجام بدم. هممون تو زندگیامون کم میاریم، یه جای زمین میخوریم. از آقای سلک اونجایی که میبره کم میاره چیکار میکنه؟ خدا کمک کنه همیشه، ولی خب قرآن خیلی خیلی قرآن آرام میکنه آدم. قرآن، همین نگاه کنی به خط راجبش فکر کنی، قرآن خیلی کمک میکنه. و نماز، همون نمازهای معمولی ها، بر من اینجوریست. و تهش چند وقت پیش من رفته بودم اروپا، یه خانواده ای آمدن من گفتن ما اینجا خیلی دلمون میگیره، یه چیزی بگو. دیدن من گویا تحلیل روانشناختی، منتظر این حرفای اینجوری بودن. گفتم روزه. به خانومه و آقای گفتم رفتید خونه، هر وقت دلتون گرفت سماورتون آتیش کنید، به نیت روزه ابو عبدالله چایی درست کنید. یه جوانی اونجا بود، گفت من تنهام. گفتم تو تنهایی، برای خودت روزه بخون هر وقت دلت گرفت. دو سه روز بعدش خدا میدونه برگشتن، گفتن آقا دمت گرم، کارمون راه افتاد. روزه یعنی قرآن، نماز، روزه، اینا جنبه‌های چیزش. این سوال امسال از همه دوستان پرسیدن، چند دقیقه مونده به شروع جنگ، روز عاشورا، و شما فرصت دارید بالای بلندی برید با لشکر دشمن صحبت بکنید، چی میگید؟ من تصورش سخته. شاید مثلا حرف دلی که بشه زد اینه که به اونا باید بگیم بابا بفهمید این حسین به درد دنیاتونم نمیخوره، بی حسین دنیاتونم آباد نیست، قشنگ نگاه کنید. به نظرم چون اونا به خاطر دنیاشون اومده بودن اونجا، که اگر اونا باور میکردن، اگه پی گندم ری هم هستید اونجا بهترشو بیمنتشو بهت میدن. آره به نظرم حرف اهل به حرف اهل، حرفی که به اهل دنیا میشه گفت همینه، که حسین به کار دنیاتون هم بیاد. دوست دارید از کسی یاد بکنید؟ یه وقت دوست دارید از کسی حلالیت بطلبید؟ واقعش حالا آدم مشخص که حلالیت از همه، همه آدمایی که بهشون بدی کردم بهم خوبی کردن همه ببخشن، ولی خب خیلی دلم میخواد از پدر و مادرم زیاد یاد کنم. شکر خدا که مادر من اهل روزه بود، شکر خدا که مادر من اهل روزه بود، با لقمه حلال پدر قد کشیدن. به به، روحشون شاد باشه. روح همه رفتگان شاد، رفقایی که اینجا هستن خدا رفتگانشونو بیاموز. و با ارزشترین کالای عالم تربت حضرت سید الشهدا و سنگ حرم به یادگار، خدا رحمت کنه مرمای مولوی رو، ازشون هم نشد یاد کنیم. آقای مولوی وقتی کسی تربت براش آورده بود گفت از دنیا و آنچه در دنیاست این برای من ارزشمنده. ممنونم، چه هدیه خوبی، دستتون درد نکنه. معلوم نیست چند تا محرم دیگه هستیم، آرزو و دعا خدا عاقبتمون به خیر کنه، و خدا کنه که ما
حالا گفتین به سپاه دشمن چی میگفتید؟ خدا کنه که ما بتونیم حرف حسین رو، حرف امام زمان رو به سپاه دوست بتونیم بگیم. انشالله پای امام زمان بمونیم و انشالله برای آمدن حجت الله العظم ارواحنا فدا یه نقشی، یه سهمی داشته باشیم. خیلی امشب یاد گرفتم. ما میمونیم و اعمالمون و چشم به هم زدنی باید صورتمونو بذاریم روی خاک. در حق هم دعا کنید، برای من دعا بکنید، عاقبت به خیری بخوایم و مثل هر شب بگیم اللهم بارک به مولانا صاحب الزمان، اللهم عجل ولی کلفرج. شبتون بهش زیر سایه امام حسین. یا علی. چیزی ندارم حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. زینب عبد الله سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. همه گریانن جز نوکران تو، در روز محشر ز تو میخواهم ای شاه بی سر، گردم محشور با ساقی لشگر. ابا عبدالله سالار زینب،